بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم أيام شهادة مظلومانة وغريبانة شيخ الأوسياء إمام الصادق عليه الصلاة والسلام را به محضر شما بینندگان عزیز تسلیت و تعزیت عرض می کنیم امیدوار هستیم که خدای تبارک و تعالی توفیق پیروی از دستورات امام صادق علیه السلام را در دنیا و شفاعتشان را در آخرت بهره و نصیب همه ما بگرداند الله بینندگان عزیز همراهان گرامی السلام علیکم و رحمت الله و برکاته آرزوی موفقیت بهروزی و شادکامی برای تک تک شما دارم و از همه شما بزرگواران التماس دعای خیر این برنامه درباره یکی از نوادگان رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم سخن میگوید آن عزیزی که بزرگان اهل سنت افتخار ملازمت تلمز و شاگردی ایشان را داشتند و خودشان اعتراف کردهاند و اعترافات آنان از طرف برادران اهل سنت در کتابها ثبت و ضبط است ای شخص نیست مگر کسی جز جعفر ابن محمد امام صادق علیه السلام و در این برنامه ما سخنان مالک ابن انس پیشوای مالکیان را درباره امام صادق علیه السلام و السلام خدمت شما عرض می کنیم مالک ابن انس از نظر سن از امام صادق کوچکتر است ما گفتیم که امام صادق در سال 83 به دنیا آمده است اما مالک ابن انس در سال 93 مالک ابن انس میگوید که من اختلفت زمانن الیه من زمانی را پیش امام صادق رفت و آمد می کردم فما کنت اراه الا على سلاس خصال در این مدتی که من پیش امام صادق رفته آمد می کردم آقا را ندیدم مگر در سه حالت یک اما مسلن یا امام مشغول خواندن نماز بود و اما صائم یا روزه داشت و اما یقرأ القرآن یا امام صادق مشغول تلاوت قرآن بود و ما رأیته یحدث الا على الطهاره و امام صادق مگه حدیث نمی کرد از اسلام الله عليه و آله و سلم مگر دارای تهارت و امام مالک ما رأت عین ولا سمعت أذن ولا خطر على قلب بشر أفضل من جعفر بن محمد. است تشمي ندي داست وجوشي نشني داست وبقلب إنساني خطور نكر داست بهتر وبوفزيلة أز جعفر بن محمد. توصیفی فيس میگه چشمی ندیده گوشی نشنیده و قلب کسی خطور نکرده شخصی مثل جعفر ابن محمد و ایرا من نمیگم و ایرا یک نفر بازاری نمیگه ایرا پیشوای مالکیان جهان یکی از چهار مذهب اهل سنت و جماعت میگویند درباره اخلاق و بزرگواری امام صادق علیه السلام باز مالک چنین میگوید میگه وقتی من پیش امام صادق میرفتم امام صادق بالشت و متکای خودشان را پشت من قرار میدادم فیقدمو لی مخدهو یعنی بالشت خودش برای من میداد و قدر مرا میدانست و این جمله را میگفت یا مالک انی احبک ای مالک ما تو رو دوست دارم فکنت اسر رو به ذالک ما از این قضیه خوشحال می شد. و امام صادق علیه السلام و السلام را حمد می کردم سنا می گفتم تعریف می کردم از امام صادق علیه السلام این شخص امام صادق در جای دیگه باز راوی خود مالک ابن انس میگه من یک سالی در محضر امام صادق علیه السلام و سلام حج میرفتم میگه وقت امام صادق بر شطر و راحلی خودش سوار میشد و اراده ای رو میکرد که بگه لبیک اللهم لبیک چنانچه حجاج صدایشان بلنده میگفت امام صادق نمیتوانست سخن رو بگوید نمی توانست لبیک بگوید چنان حیبت و عظمت از طرف خدای تبارک و تعالی بر امام صادق آرز شده بود که نزدیک بود امام صادق از شطر به زمین بیاید و بیفتد رو کردم به امام صادق گفتم یبن رسول الله چاره نیست از ای که شما باید لبیک بگویی امام صادق گفت من چطور به خودم اجسارت را بدهم و بگویم لبیک اللهم لبیک اما یک وقت از جانب خدای تبارک و تعالی جواب منفی به ما برسه ای از امام صادق که عظمت خدای تبارک و تعالی چنان سراسر وجودش فرا گرفته که نزدیک است از مرکب و زمین بیفته و ایم توصیفی است که مالک ابن انس پیشوای بزرگان پیشوای بزرگ اهل سنت بر ما و شما کرده است و به ما و شما رسیده است امیدوار هستم امیر خم که مالک ابن انس پیشوای مالکیان با امام صادق مراوده داشته رفت آمد داشته شاگردی داشته استفاده ها برده است جهان امروز ما هم بین مذاهب اسلامی رفت و آمد باشه گفتگو باشه استفاده کردن باشه به جایی که همدیگر تکفیر کنیم همدیگر تفسیخ کنیم و همدیگر خون همدیگره بریزیم و این سیره بزرگان از اهل بیتم نبوده سیره از بزرگان اهل سنت هم نبوده از آنگونه که از سیره امام مالک براي شما نقل والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته